سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. طی 7 سال تمام کتاب های درسی ریاضی و فیزیک از پایه سوم دبستان تا 12 رو برای تمامی رشته ها به صورت فیلم آموزشی درآوردم، در کانال های یوتیوب، آپارات و تلگرام خودم قرار دادم. اگر به این کانال ها مراجعه کنید میتونید دانلود کنید. همچنین در سایت هام به صورت منظم دستبندی شده، لینک هاش قرار داده شده. الان در حال ساخت سری فیلم های جدید هستم با عنوان ریاضی به بیان محمد رضایی. از کتاب های انتشارات فاطمی استفاده میکنم، از روی اون جلو میرم. این فیلم بخش سوم از مبحث چند جمله ای ها و اتحاد هست که میتونه برای دانش آموزان پایه نهم به بالا مورد استفاده قرار بگیره. حتما قلم و کاغذ کنار دستتون باشه که هم پای فیلم حل کنید. سلام مخاطبان عزیز، در ادامه مبحث چند جمله ها و اتحاد ها، مسئله های حل شده رو از کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز ریاضیات 1 که مربوط هست به نظام آموزشی گذشته اما مباحثش مشترک هست با پایه نهم نظام آموزشی جدید، توی چند جمله اتحادها با هم دیگه حل میکنیم. این کتاب از انتشارات فاطمی هست که البته دیگه چاپ نمیشه. کتاب خوبیه، الان دست دومش هست. شما هر کتاب کمک آموزشی که گرفتید میتونید با شیوهی که من از ابتدای این کتاب تا کنون دارم پیش میرم، شما هم شیوه استفاده رو ببینید. ما فصل 1 و 2 و 3 و از روی این کتاب رفتیم. البته فصل اعداد و نمادها رو یه مقدار مختصرتر و مجموعه ها رو مفصل و فصل توان رسانی ریشه گیری رو کامل در چندین بخش، چند جمله و اتحادها هم الان بخش سوم هستیم. توی بخش اول و دوم از روی این کتاب اومدیم، این مباحث رو با هم دیگه دیدیم، پرسش های مروری و الان رسیدیم به مسئله های حل شده. اینا رو همه رو با هم دیگه از روی این کتاب جلو رفتیم، مثال های مختلف رو دیدیم. حتما اگر پایه نهم هستید، فیلم های آموزشی رو که بر اساس کتاب درسیتون تهیه شده از صفحه متوسطه اول ببینید. مسئله های حل شده. تناوبی به طول x را به دو قسمت کرده ایم. اگر طول یک قسمت آن y باشد، نشان دهید طول قسمت دیگر آن x منهای y است. خیلی بدیهی به نظر میاد. وقتی که ما یه تناوبی داشته باشیم به طول x، یعنی از ابتدا تا انتهاش x، به دو قسمت هم تقسیم کردیم، یه قسمتش رو طولش ایگرگه، میگه ثابت کنید یا نشان دهید اون قسمت دیگه ایکس منهای ایگرگه. میگیم از اونجایی که مجموع قسمت ها باید طول کلی باشه، این جمع انجام بدیم، ایگرگ و منهای ایگرگ قرینه همان هست میشه، میرسه به ایکس. پس چون جمع قسمت ها برابر شد با کل،
بنابراین ایکس منهای ایگرگ اون یکی قسمتی هستش که در کنار ایگرگ تقسیم شده. یه اصلی هست تو ریاضی که اجزا وقتی که با هم دیگه جمع میشن کل رو تشکیل میدن. توی هندسه مثلا این شکل رو در نظر بگیرید، الان به سه تا بخش افراز شده. افراز شدن توی شکلا و مساحت ها داریم به صورتی که هر قسمت با قسمت دیگه اشتراکی نداره، اما جمعشون کلن شکل اولیه رو ایجاد میکنن، به این میگن افراز کردن. راه حل: طول قسمت دیگر تناب تفریق ایگرگ از ایکس، یعنی ایکس منهای ایگرگ است. خب این اینطور گفته، ما با شکل نمایش دادیم. سوال دو میگه اگر آی به علاوه بی باشه صفر، نتیجه بگیرید بی قرینه آس. آی به علاوه بی مساوی با صفر، میخواییم ثابت کنیم. بی قرینه آس. توی ریاضی وقتی میخواییم چیزی رو ثابت کنیم، اول فرض و حکم رو مشخص میکنیم. فرضمون آی به علاوه بی مساوی با صفر، حکم اون چیزی هست که میخواییم ثابت کنیم. اگه بخواییم بیان فارسی استفاده کنیم، اثبات. از آنجایی که چند تا راه حل داره، از آنجایی که جمع هر عدد با قرینه‌اش صفر می شود، پس بی قرینه است. این یه روش. توی اثبات باید استدلال به کار ببریم، استدلال استنتاجی. اما اگه بخوایم یه خود ریاضی بارتر بنویسیم، میگیم شما به ما گفتید آی به علاوه بی مساوی با صفر، اینو فرض دادی، حکم به ما گفتی ثابت کنید بی قرینه آس. قرینه رو با چی نشون میدن؟ با منها. معادل حکم یعنی همون حکمه، اما یه بیان دیگه ای. یعنی تو میخوای به ما بگی که بی برابر با منفی آ. این معادل حکمه. قرینه آ منهای آ هست، میخوایم ثابت کنیم برابر هست با بی. به دو طرف تساوی. کدوم تساوی؟ تساوی فرض. منهای بی رو اضافه کنیم یا منهای آ رو؟ منهای آ رو. منفی آ رو اضافه میکنیم. توی ریاضی وقتی میخواییم اثبات کنیم، استدلال به کار ببریم، روندی که برای اثبات استفاده میکنیم استدلال استنتاجیه، بر اساس منطقه. یه سری عملیات جبری انجام میدیم، فرض رو تبدیل میکنیم به حکم. چجوری؟ آی به علاوه بی مساوی با صفر، این فرضمونه. به دو طرف منفی آ رو اضافه کنیم، آ به علاوه بی به علاوه منفی آ. یه اصل ریاضی دیگه، وقتی ما دو تساوی داریم، دو طرف تساوی داریم، یک تساوی دو طرف داره، به هر دو طرف اگر یک مقدار اضافه کنیم تغییری در تساوی ایجاد نمیشه. این یه اصل ریاضیه،
میتونیم ازش استفاده کنیم. اتفاقی که میفته منهای آ با آ میره بی برابر میشه با منهای آ، یعنی چی؟ بی برابر شد با قرینه آ. ما هم میخواستیم چی رو ثابت کنیم؟ بی قرینه آست. ریاضیش به این صورت نوشته میشد با عملیات جبری که به دو طرف تساوی فرضمون منفی آ رو اضافه کردیم رسیدیم به این. اینجا می نویسیم حکم ثابت شد، یعنی بی قرینه با هست. اینجا هم بدون اینکه اون چیزهای فارسی رو نوشته باشه و فرض و حکم اومده، عملیات جبری رو نوشته. در اصل باید در نظر بگیریم اونا رو به صورت پیش زمینه توی ذهن خودش در نظر گرفته. اینکه به دو طرف تساوی اضافه میکنیم بی برابر منفی آ معادل حکم است. معادل حکم حکم دیگه، مساوی حکم. کدام یک از عبارت‌های زیر یک جمله است؟ 7xy بله ضریب داره، قسمت متغیر داره. حالا دو تا متغیر اشکالی نداره، اما این دو تا جمله یک جمله ای نیست. چند جمله ای دیگه یک جمله ای نیست، اما یک جمله ای چند جمله ای اینو گفتیم. x سوم یعنی یک سوم ضرب داره x، این قسمت ضریب عددیش، این متغیرش، توانش یک، متغیرش میتونیم بگیم درجه این یک جمله ای هم یک. درجه این یک جمله ای نسبت به x یک، نسبت به y یک، نسبت به متغیراش دوه. 5 به روی t گفتیم باید توان متغیر چی باشه؟ بزرگتر مساوی صفر باشه، منفی باشه، یه تک جمله ای نیست، بنابراین هم یک جمله ای نیست. راحل اومده همینو گفته. ضریب عددی هر یکی از یک جمله های زیر را مشخص کنید. اولا که باید ببینیم یک جمله ای هستن ممکنه نباشن. اونایی که یک جمله ای هستن بله همشون هستن. این 7، این 4 سوم ضریبش، این 1، این منهای 1. قسمت ه هم که یک عدد ثابته، تک جمله یه ثابت اسمشه، ضریب منهای 3. میتونیم بگیم منهای 3 x 0، درجه متغیرش 0. درجه هر یکی یک جمله های زیر را تعیین کنید. منهای 9 x 3 درجه 3، ضریبش منهای 9. منهای 8 درجه 0، رادیکال 2 x درجه 1. کدام یکی از یک جمله های زیر متشابه هستند؟ منظورش کدام دسته از 7x و 2x متشابهن؟ چون فقط تو ضریب عددی تفاوت دارن، متغیراشون عین همه، توانا در متغیرها یکسانه. اما 7x و 2y نه، 7 و 5 بله، 5x و 5 نه. حتما شما هم قلم و کاغذ کنار دستتون باشه که این فیلم پر از تمرینه. فیلم رو نگه دارید، خودتونم روش میتونید حل کنید، یا وقتی من حل کردم خودتونم بنویسید. این خیلی کمک میکنه. البته قبل از من اگر بنویسید که خیلی بهتره. منهای 6 و 4 x متشابهه؟ بله. چرا؟ چون متغیراش و توانهای متغیراش عیناً مثل همه و ضرایبش فقط تفاوت داره. اما این نه. xy2 بله، x2y2 نه، متغیرها یکسانه اما تواناشون
نه، بنابراین متشابه نیستن. هر یک از عبارت‌های زیر را ساده کنید، با کمترین تعداد جمله بنویسید. منظور از ساده کردن پس همینه. 5x و 11x. پنج ایکس به علاوه 11x متشابه. بله، ایکس رو فاکتور میگیریم. خاصیت توضیح پذیری ضرب نسبت به جمع استفاده میشه توی فاکتور گیری. 5 به علاوه 11 16x. ایگرگ به علاوه 8y از ایگرگ فاکتور میگیریم، 1 میمونه ضریبش و ضریب دومی حاصل میشه 9y. منهای x به علاوه 3x از x فاکتور میگیریم، ضریب اولی منهای 1. گفتیم 1 و منهای 1 به عنوان ضریب رو نمی نویسیم، اما اینجا فاکتور گرفتیم دیگه باید بنویسیم دیگه، جای عدد اینجاست، میشه 2x. هر یک از عبارت های زیر را ساده کنید. شبیه همونه دیگه. ایگرگ 8 منهای 5 میشه 3y. ایکس منهای 2x از ایکس فاکتور میگیریم، 1 منهای 2 میشه منفی 1x که می نویسیم منفی ایکس. منهای 7z منهای z از z فاکتور میگیریم. همیشه متغیر رو بدون علامت ضرایب اینجا. آقای رضایی، نمیشه از منفی z فاکتور بگیریم؟ بله، ولی گفتم از متغیر بگیریم ضرایب اینجا. منهای 8z. اینجا میبینید یک کاری که کرده، 8y منهای 5y رو گفته من میخوام از تبدیل تفریق به جمعم استفاده کنم، خواسته اینو نشون بده. بعدن فرقی نمیکنه، فقط خواسته بگه که هر تفریقی یعنی جمع با قرینه. اینجا هم همون کارو کرده. گفتیم این مرحله لازم نیست، ما میدونیم وقتی ضریب یه متغیر منفیه، یعنی میتونیم اون رو داخل پرانتز قرار بدیم، دیگه لازم نیست جمع با قرینه بنویسیم. معمولا برای به دست آوردن تفاضل یک جمله های متشابه بدون انجام عملیات بالا، بله اینجا هم همون نکته ما رو اومده گفته، تبدیل تفریق به جمع رو نمی کنیم. ضریب یک جملگی ها رو به طور ذهنی از هم کم می کنیم. مثلا عبارت های این مسئله به صورت زیر است. به صورت زیر گفته ساده می کنیم. شما صورت این سوال 9 رو بنویسید. فیلم رو نگه دارید یا نه؟ همین فیلم رو صورت نوشتن خیلی مهمه. من میگم بنویسید به خاطر اینکه هم آشنا میشید با سوال، هم اگر یه جای بی‌دقتی قرار بکنید احتمالش کمتر میشه. مثلا من الان دارم مینویسم دیگه، مطمئنم مثبت منفی ها رو دقیق دارم یک بار میخونم. نوشتن خیلی چیز مهمیه. الان متغیرمون زد 2 چهارمه، نه زد 2ه. حالا اگه این زد 2 چهارم بود از زد 2 چهارم فاکتور نمی گرفتم. از زد 2 فاکتور می گیریم، متغیر و توان با هم. از اولی این 1/2 زد 2 دیگه، 1/2 از این 3/4. 1/2 همون 2/4. میبینید الان داشتم بی‌دقتی میکردم، تو ذهنم با خودم گفتم 2/4 و 3/4 5/4،
در صورتی که اینجا هنوز باید سه چهارم بنویسم تو مرحله بعد بگم که Z2 در 5/4 می شود 5/4 Z2. دیگه معمول نیست اینو بنویسن 1 و 1/4 Z2، به صورت کسری می نویسن. 3x به علاوه 2x2. آقای رضا این که ساده نمیشه. درسته تعداد جملاتش کاهش پیدا نمیکنه، اما میتونیم به صورت حاصل ضرب بنویسیم. فاکتور گیری کردن اینجا دیگه میشه ساده کردن. از x فاکتور میگیریم، 3 به علاوه 2x. این ساده تر از اینه تو ریاضی. 2x به علاوه x به علاوه 5x. 2x به علاوه x به علاوه 5x. هر سه تا x، بنابراین هر سه متشابه 2 1 5 می شود 8x3. 5 آبی منهای 2 آبی. آبی متغیرها توانام اینه هم، بنابراین متشابه 5 منهای 2 3 آبی. قسمت ه، 5x y به علاوه 2x y منهای x y. بله هر ستا x y، بنابراین متشابه 5 به علاوه 2 منهای 1 می شود 6x y. 5 به علاوه 2x منهای x، 2x و منهای 2x قرینن، بنابراین می شود 5x منهای y منهای 2x به علاوه y به علاوه z. این دوتا قرینن حذف میشه. این دوتا از x فاکتور میگیریم، میشه 1 منهای 2z هم که تنها میمونه، میشه منفی x به علاوه z. خب این گفته فقط این قسمت بش گفته چون ساده نمیشه دیگه فاکتوری گیری هم نکرده، همونو نوشته. خب اینم درسته دیگه، ساده کردن و تعداد جملات رو کاهش دادن در نظر گرفته. حاصل ضرب های زیر را به دست آورید، حاصل را به ساده ترین صورت بنویسید. 3a در 7a، گفتیم یک جمله ای در یک جمله ای به این صورت ضرب میشه که ضریب ها در هم متغیرها از قواعد ضرب اعداد تواندار آ به توان 2. منهای 5x2 ضرب در 7x3 می شود 25، نه منفی 35x5. حتما اول علامت رو تعیین کنید تا اشتباه نکنید. 2y منهای y2 4y3. اولین کار علامت، یه مثبت یه منفی، یه مثبت میشه منفی. 2 ضرب در 1 ضرب در 4 8. y y2 y3 1 و 2 3 و 3 6. منهای 6 2 y3 این هواپیما بعدی موقع رد میشه یه فرصتی هم میشه من همش حرف میزنم شما خسته نشید. البته خودم یه استراحتی میکنم. منهای 3 ضرب در منهای 4 میشه مثبت 12. x2 x
متغیرها به ترتیب حروف لاتین x y z اینجوری میشه x y 8. و آخریش A5 B7 C A5 B7 C ضرب داره A3 B D4 A3 B D4 A5 در A3 میشه A8 B7 در B8 C در هیچی دیم که خودش به این صورت. پاسخ ها رو ببینیم. عبارت های زیر رو به ساده ترین صورت بنویسید. الف ایکس دو ایگرگ دو به توان 4، توان قدیم توان جدید ایگرگ 8، 3x به توان 2، هم 3 به توان میرسه هم x میشه 9x، دو منهای 3x 4 ایگرگ به توان 2 مساوی، منهای 3 به توان 2 میرسه میشه 9x 4 به توان 2 x 8 y به توان 2 y 2 و منهای x y به توان 3، منهای x به توان 3 میشه منفی x y 3. این منها یه بار حساب میشه، یعنی منهای 1 ضرب در x ضرب در y که به توان 3 رسیده. عبارت های زیر را ساده کنید. این فیلم برای دانش آموزان 7 و 8 هم این قسمت هاش کاملا قابل استفاده است دیگه. الف میگه ایگرگ دو به توان 4، ایگرگ 5 به توان 3. چیکار کنیم؟ اولینو میشه ایگرگ 8، اینم میشه ایگرگ 15. حالا باز باید از قاعده ضرب اعداد تواندار استفاده کنیم. اینجا از قاعده توان قدیم توان جدید استفاده کردیم، گفتیم توی تک جمله یا متغیرها این اعداد باشون رفتار میشه. قسمت ب، 3a5x به توان 2 منهای 2a3 x3 به توان 4، 3 به توان 2 برسه میشه 9، a به توان 2 برسه a5 به توان 2 برسه a10، x به توان 2 x2، حالا این به توان 4 پرانتز رو بذاریم، منهای 2 به توان 4 16، a3 به توان 4 a12، x3 به توان 4 x12، 9 ضرب در 16، 9 6 تا 54 تا 9 1 با 5 تا 14 تا a10 ضرب در a12 a22 x2 x12 x14. بریم قسمت جیم. اگه دیدید من جایی رو بی‌دقتی کردم تو پاسخ، حتما خودتون راه حل رو دارم میبینید دیگه. 7x y به توان 2، 2x به توان 2. دو تا راه حل داره، تک تک به توان برسونیم یا چون توان دو داره. من خودم میگم چون توان دو داره اینجوری هم میشه، یعنی اول ضرب رو انجام بدیم و
بعدا توان، چون توان دو داره، هر دو میشه 14x2y به توان 2. 14 دفتر 14، اگر حفظ نیستیم اشکال نداره، سریع ضرب میکنیم، 196x4y2. اگر میخواستیم تک تک هم به توان برسونیم میشه 49x2y2 دفتر 4x2 که 4 دفتر 49 میشه 196. 4936 دو 4 4 تا 16 و 3 درسته. x2 x2 x4 y2. عبارت های زیر را ساده کنید. AB به توان 2 به علاوه 2 A2 B2. اولین توان رسانی انجام میشه، بعد میبینیم بعد جملات متشابه داریم، این یک ضریبش این دو، از A2 B2 فاکتور بگیریم یک به علاوه. این مرحله رو حالا میتونید تو ذهنتون انجام بدید، با توجه به اینکه خیلی زیاد نیست، جملات پیچیده نیست، میتونید بنویسید همون ابتدا 1 و 2 3 3 A2 B2. این یکی 2x به توان 2 3x به توان 2 منهای 2x به توان 3 در منفی 3x. 2x به توان 2 میشه 4x2. 3x به توان 2 9x2 منهای این میشه 8x3 تو پرانتز ضرب در منهای 6x. میریم این ضرب انجام میدیم، 36x4. این منها رو داریم، این ضرب انجام میدیم، منفی 24. بعدن میگیم این منفی هم میخواد در منها ضرب بشه، اما میگیم نه، ما مرحله ای کار میکنیم. بعد میگیم 36x4 به علاوه 24x4، جملات متشابه از x4 فاکتور میگیریم، میشود 60x4. کدام یک از عبارت های زیر چند جمله ای هست؟ x و منهای 2 x y به علاوه y تو، بله سه تا تک جمله ایه. y4 منهای y تو، بله دو تا یک جمله ایه. اما 4 به روی y الان مخرجه، بیاد صورت میشه y به توان منهای 1. این یک جمله ای نیست، بنابراین حتی با این یک جمله ای دیگه تشکیل چند جمله ای نمیده. چند جمله ای چند تا یک جمله ای هست. اما این x به علاوه 1/3، مگه وقتی که 2 به علاوه 5 تقسیم بر 3 هست نمیتونیم بگیم 2/3 به علاوه 5/3؟ تک تکه اعداد صورت بر مخرج تقسیم میشه دیگه. اینجا هم همینه، x3 به علاوه 1/3 و x3 یعنی 1/3 x یک جمله یه، 1/3 هم که یک جمله یه ثابته، دو تا یک جمله یه تشکیل چند جمله میده، پس اینم چند جمله یه. منم یه قسمت الف به جیم دال ه اضافه کنم، 3x، بله اینم چند جمله ای. گفتیم همه یک جمله یا چند جمله ای. یه قسمت واو هم اضافه کنم، 0، بله یک جمله ای ثابت چند جمله ای محسوب میشه.
مقدار هر یک از عبارت های زیر را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید. هر وقت من این به ازای رو میبینم یاد اون خاطره میفتم که اون دانش آموز پایه هشتم به ازای خوند، گفتم نه به ازا نیست به عروسیه. سه ایکس منهای 12 به ازای ایکس مساویه با دو. سعی کنید فارسی رو خوب بخونید. خیلی از معلم ها این اعتقاد رو دارن، از جمله من. وقتی که تعاریف رو خوب بفهمه یه نفر، چه تو ریاضی، چه تو فیزیک، چه توی درسای مفهومی، زیست، شیمی، میتونه مسئله حل کنه، میتونه استدلال کنه. فهمیدنم باید ادبیاتتون خوب باشه. پس تا اونجایی که میتونید اینستاگرام ادبیات سطحی و عمومی و کوچه بازاری رو ارتقا میده. مطلق چجوری بگی، تیکه چجوری بندازی، مسخره بازی چجوری در بیاری، اما اینا آثار کلاسیکه، اینا آثار رسمیه، اینا چیزهایی هست که منطق و استدلال توش هست، اینا به درد میخوره. اونا نمکه، زیادی شورش کن آدم خوب نیست. به ازای x مساویه با 2، این یه عبارته، یعنی به جای x بذار 2. همیشه قراره به ازا یا به جای یک متغیر مقدار قرار بدید، پرانتز بذارید، دیگه منفی مثبت ها اشتباه نمیشه. میشه 3 2 تا 6 منهای 12 منفی 6. بعدی من اینو یادداشت کنم، x2 به علاوه x y به علاوه y2 به ازای x مساویه با منهای 3 و y مساویه با 2. میاییم به جای x یه پرانتز میذاریم، منهای 3 به توان 2 به علاوه یه پرانتز به جای x، یه پرانتز به جای y به علاوه 2 به توان 2. حالا منهای 3 به توان 2 9، منهای 6 4. 9 منهای 6 به علاوه 4، 9 منهای 6 3 به علاوه 4 7. بعدی هم یادداشت کنم، دو آی منهای 3 بی در دعای به علاوه 3 بی به ازای آ مساویه با 4 بی مساویه منهای 4. دو روش داره. اگر یه عبارت جبری رو خواستید به ازای مقادیری که داده به دست بیارید، میتونید ساده کنید اون عبارت جبری رو، بعد جایی گذاری کنید یا قبلش، یا عدد به دست میاد. اینجا من میگم خب بیام با توجه به اینکه اتحاد مزدوجه ساده کنم، دعای منهای 3 بی در دعای به علاوه 3 بی، آی به علاوه بی در آی منهای بی، فرم اتحاد مزدوج دعا به توان 2 منهای 3 بی به توان 2 که میشه 4 آ 2 منهای 9 بی 2. حالا به جای آ میذارم 4، به جای بی میذارم منهای 4، 4 به توان 2 ضرب در 4 میشه 4 به توان 3 64، منهای 4 به توان 2 4 مثل 4 به توان 2 16 ضرب در 9 144. 64 تا از 144 تا بردارید میشه چند؟ نه 80، منفی 80. که اینجوری نمی نویسیم، تمیز می نویسیم. برای همین هم مداد توی امتحانم من دیدم نمیذارن با مداد بنویسید، اما شما یه کار کنید با مداد حل کنید، به عنوان چک نویس پاک نویسش رو با خودکار. من این راه حل رو فکر کنم همه میپسندن، چون اگه بگم با مداد بنویسید پر رنگ، خب این هم وقتگیره هم اثرش میمونه. اما ما هدفمون این هستش که اشتباه نکنیم، وگه نه اینکه
دلبستگی که به البته من دلبستگی دارم، اما شما فکر نمی کنم. ایشالله شما هم زیاد تمرین کنید با مداد که یه دور حس سمپاتی بهش پیدا کنید. من اصلا وقتی با خودکار می نویسم یه جوره انگاری دارم فارسی می نویسم، ولی با مداد که کار می کنم حس اینو دارم که خب اشتباه میشه، درست باید بنویسم. با وجود اینکه وقتی شکل نویس کار میکنم زیاد پاک نمیکنم، اما خب یه حسیه دیگه. دو چند جملگی داده که با هم جمع کنیم. میتونم اینجوری زیر هم بنویسم. دیدی تو فیلم قبلی هم گفتم سه تا جمله، خب میتونم اینجوری نظیر به نظیر چون درجاتشون هست، اینجوری مشابه ها متشابه زیر هم دیگه. منهای 4 5x، اینم که میشه 2x2، یا همینجور پشت سر هم. بعدم بیام اینجوری خط بکشم و به همین جوابم میرسم. توجه کنید که در جمع کردن چند جمله‌ای ها میتوان پرانتز ها را نادیده گرفت، عبارت حاصل را مانند جمع و تفریق یک جمله ها در نظر گرفت و آن را ساده کرد. مثلا میگه این دوتا پرانتز رو نادیده گرفتیم، بعدن اومدیم گفتیم 7x رو با منهای 5x رو متشابه، 7 منهای 5، منهای 4x و 9x، منهای 4 به علاوه 9، 2 با منهای 6 هم متشابه، هم متغیرشون توانش 0ه. اینم فکرشو نمی کردم واقعا، چه حلال زاده است. همچنین چند جمله ای ها رو می توان به صورت البته وقتی به صورت ستونی می گی بله، درجه ها جملات متشابه زیر هم. توجه کنید که هر جمله چند جمله منهای 5x و علاوه 9x منهای 6 زیر جمله متشابه آن از این چند جمله نظیر به نظیر متشابه هم زیر هم. اکنون جمله های متشابه را با هم جمع می کنیم و به همون می رسیم. آدو منهای 2ab به علاوه b2 به علاوه a2 به علاوه 2ab به علاوه b2 متشابهن دیر همن 2b2، اینم که میشه 0، اینم میشه 2a2، میشه 2a2 به علاوه 2b2. اینجا صفر رو دیگه ننوشته، 2a2 خالی به علاوه 2b2. بریم سراغ تمرین بعد. x4 منهای 3x3 به علاوه x2. خب دیگه اینا شبیه هم نیست، بذارید اینا رو پشت سر هم بنویسیم راحت تریم. خب این با این، این با این، دیگه چیزی نداره. میز 4 و 3x هم که متشابه نداره. پس x4 رو مینویسیم به علاوه x3 در منهای 3 منهای 1 به علاوه x2 در 1 منهای 2 به علاوه 3x میشه x4 منهای 4x3 منهای x2 به علاوه 3x.
قرینه هر کدوم از این چند جمله‌ای ها رو خواسته. وقتی میخوایم قرینه یک چند جمله پیدا کنیم، یه پرانتز میذاریم، یه منها درش ضرب میکنیم. این خاصیت توضیح پذیری ضرب نسبت به جمع، یه منها یک میاد در تک تک جملات ضرب میشه. یک منهای ایکس دیگرگ قرینه میخواییم کنیم، یه منها میذاریم ضرب میکنیم. قرینه رو مساوی با این قرار ندیده، قرینه یه عدد که با اون عدد مساوی نیست، ما داره قرینه سازی میکنیم. یعنی اینجوری مینویسیم. بذارید بعدی رو بگم چی کار میخواییم کنیم. خود عبارت منهای ایکس رو به علاوه دو ایکس ایگرگ منهای ایگرگ دو یه فلش میزنیم، میگیم قرینه، یه منها پشت خود عبارت منهای ایکس دو به علاوه دو ایکس ایگرگ منهای ایگرگ دو داخل اون پرانتز. حالا میایم منها رو ضرب میکنیم، میشه ایکس دو منهای دو ایکس ایگرگ به علاوه ایگرگ دو. حاصل این تفریق را بخواییم پیدا کنیم، 3x و منهای 4x به علاوه 1 منهای x2 منهای 2x منهای 5. پرانتز اول برداشته میشه، چیزی پشتش نیست، میتونیم خودشو بنویسیم. اما اگر قرار این پرانتز رو برداریم که ساده کنیم، باید این منها رو ضرب کنیم، میشه منهای x2 منها در منهای دو میشه مثبت دو ایکس منها در منهای پنج به علاوه پنج. حالا میام ساده میکنیم، یک و پنجم که نمیخواد دیگه، تنها هستم، مشخصه. ایکس دو سه منهای یک به علاوه ایکس منهای چهار به علاوه دو به علاوه یک به علاوه پنج شیش. اینجا میشه دو ایکس دوه منهای دو ایکس به علاوه شیش. حاصل این عبارت رو خواسته، ایکس دو به علاوه دو ایکس ایگرگ به علاوه ایگرگ دو اتحاد مربع مجموع دو جمله است، منهای x2 منهای 2xy به علاوه y2. تو این پرانتز هم اتحاد مربع تفاضل دو جمله است. اینو خودشو می نویسیم. اینجا میایم منها رو تأثیر میدیم، حالا اینو این اینو این اینو این، میگیم x2 با منهای x2 میره، y2 با منهای y2 میره، حاصل میشه 4x y. چرا؟ از x y فاکتور بگیریم، 2 به علاوه 2. میبینید هر چقدر خودش کتابم جلوتر میاد، دیگه نمیاد بگه x2 رو فاکتور گرفتیم بعدن شد 1 منهای 1 0 دیگه حذف کرده. اما تو تمرین‌های ابتدایی حتما باید این کار رو انجام بدیم تا دستمون را بیفته. 4x2 منهای 3x به علاوه 5 را از x2 منهای 8 کم کنید. هر وقت تو ریاضی دیدید براتون چیزی سنگینه، ساده سازی کنید. 2 را از 5 کم کن. یعنی چی؟ یعنی 5 منهای 2 بنویس. 4x2 منهای 3x به علاوه 5 را از x2 منهای 8 کم کن. یعنی x2 منهای 8 رو اول بنویس، منهای پرانتز 4x2 منهای 3x به علاوه 5. حالا میشه x2 منهای 8 منهای 4x2 به علاوه 3x منهای 5.
این دوتا x هم که نداریم، این هم که ثابته. x دو یک منهای چهار به علاوه 3x منهای 13 میشه منفی 3x2 به علاوه 3x منهای 13 ضرب کنید. یک جمله ای داره در خاصیت توضیح پذیری ضرب نسبت به جمع. منهای 7 میاد در این، منهای 7 میاد در این. من یکیشو بنویسم ولی تو مراحل بعد دیگه اینو ذهنی انجام بدیم. سه میخواد در ایکس منهای ایگرگ ضرب بشه. سه میاد در ایکس ضرب میشه سه ایکس، این منها اینجا، سه در ایگرگ. پنج میخواد در دعای منهای سه بی ضرب بشه. منهای پنج میخواد در دعای منهای سه بی ضرب بشه. منهای پنج میاد در دعا میشه منهای ده آ. بعدا میتونیم بگیم به علاوه حاصل ضرب این دوتا منهای پنج در همیشه جمع رو میذاریم بعد ضرب انجام میدیم. منهای پنج در منهای سه میشه پانزده بی. حالا اگر اینجوری بود منهای پنج در منفی دو آی به علاوه سه بی، میگفتیم منهای پنج در منفی دو میشه ده آ به علاوه منهای پنج در سه بی، بعدن ده آی منهای پونزه بی. بعد یا دیگه این قسمت رو ذهنی انجام میدم، میگم منفی در مثبت میشه منفی، میشه منفی پونزه بی. حاصل ضرب های زیر را به دست آورید. شبیه همونو فقط بیرون یک جمله دارای متغیره. یه مقدار دقت بیشتری لازم داره، حواسمون باشه ضرب اعداد تواندار. قاعده یه ضرب اعداد تواندار. پنج گیره که ضرب به یکیشو می نویسم دیگه مراحل بعد اینو تو ذهنمون انجام میدیم. به علاوه یه پنج گیره که ضرب در منفی ایکس. سی و پنج ایگرگ دو منهای پنج ایکس ایگرگ. دو ایکس دو میخواد در ایکس دوه به علاوه سه ایکس منهای چهار ضرب بشه، میشه دو ایکس چهار به علاوه 6 x 3 منهای 8 x 2 منهای 3 a 2 b میخواد در 2 a منهای 3 a b به علاوه 5 b ضرب بشه، میشود منهای 6 a 3 b به علاوه 9 آ 3 بی 2 منهای 15 آ 2 بی 2. ضرب کنید. دیگه چند جمله‌ای در چند جمله‌ای. ایگرگ به علاوه 6 در ایگرگ منهای 3. میدونم اتحاد جمله مشترکه اما می‌خوایم بدون استفاده از اتحاد ضرب کنیم. میشه ایگرگ 2 منهای 3 ایگرگ به علاوه 6 ایگرگ منهای 18. وقتی میگه ضرب کنید دیگه ضرب کنیم
بعضی جاها تأکید داره حتما از اتحاد استفاده کنید. اونجا دیگه ضرب کنید نمره نمیگیری، باید از اتحاد استفاده کنید. البته اگر درست استفاده کنید جواب آخر رو بنویسید، نمره جواب آخر رو میگیرید. آی منهای بی در آی منهای دو بی، آ در آ میشه آ دو، آ در منفی دو بی میشه منهای دو آ بی، منهای بی در آ میشه منفی آ بی یا منهای بی آ. من میخوام مرتب بنویسم دو بی دو. حالا آ دو منهای دو منهای یک، چون جملات متشابه هم، به علاوه دو بی دو. در برابر زیر جاهای خالی را پر کنید. یه چیزی بوده به توان دو رسیده، دو تا جمله اتحاد مربع تفاضل دو جمله، که 25 ایکس رو به ما میگه که این جمله 5 ایکس بوده. یه منها هم گذاشته یه جای خالی به علاوه 16 هم به ما میگه که اینجا هم 4 بوده، دو برابر اولی در دومی می شود منهای 40 ایکس. منهای 40 ایکس رو اینجا نمیذاریم چون منهاشو گذاشته 40 ایکس میشه اینجای خالی. در برابر زیر جاهای خالی را پر کنید. اتحاد مجموع دو جمله است. 4 ایکس رو میبینیم. نه مجموع نیست. چرا؟ چون اینجا یه منها داره. درسته اینجا جمع گذاشته اما این مهمه. چرا؟ چون این یکی میتونه منفی باشه. این 4 ایکس رو به ما میگه که این منهای 2 ایکسه، چون این منهای 4 ایکسه. و آخری هم مربع یک که یک به توان دو همون یکه. این برابری شبیه اتحاد مربع مجموع دو جمله است، ولی توجه کنید که سمت راست برابری شبیه اتحاد تفاضل دو جمله است، پس بهتر است برابری را این طور بنویسیم. این جا به جا کرده. در اصل این اتحاد میتونیم بگیم مربع مجموع دو جمله، فقط تعبیر و تفسیر مون فرق داره. ببینید منهای 2x به علاوه 1 به این صورت میتونه اتحاد مربع مجموع دو جمله باشه، و اگر به این صورت بنویسیم اتحاد مربع تفاضل دو جمله. بنابراین کلا مربع دو جمله ای. چیزی که اهمیت داره اینه، جمله‌ای که داخل این پرانتز هست دوتاست، یکی یک یکی منهای دو ایکس، توی هر دوتا همین هست. اینا توضیحات همینه. عبارت ده وی به علاوه یک دهم به توان دو را حساب کنید. ده وی به علاوه یک دهم به توان دو رو حساب کنید، یعنی از اتحاد استفاده کنیم دیگه، منظورش اینه دیگه. فکر کنم میشه 100 وی دو، دو برابر اولی در دوم، 20 ضرب در یک دهم میشه 2 وی به علاوه 100. بله، 3x منهای 2y در 3x به علاوه 4y را حاصلش رو به دست بیارید. دیگه الان وارد اتحادها شدیم، از اتحاد میتونیم استفاده کنیم. البته ضرب هم میتونیم کنیم، نگفته، اما دیگه از اتحاد استفاده میکنیم. اتحاد جمله مشترک 3x به توان 2 9x و به علاوه جمع جملات غیر مشترک 2y ضرب در 3x 6xy
ضرب به جملات غیر مشترک 8y2. که اینجا اومده مفصل همین رو گفته. تو فیلم بخش قبلی ما درباره همه اتحاد ها مفصل تمرین حل کردیم. x به علاوه 2y منهای 1، x به علاوه 2y به علاوه 1 چه اتحادیه؟ میگید آقای رضایی اصلا اتحاد نیست، 3 تا جمله توی هر پرانتز. خب اینا رو میتونید آ در نظر بگیرید، اینو بی. حالا چی؟ اتحاد مزوج شد یا نه؟ این یه باکس منهای یه چیزی همون به علاوه این فرم اتحاد مزوجه. 100 تا هم بود همون 100 تا منهای 100 تا. حالا 100 تا که میگن حالا میتونه 5 تا باشه، 10 تا باشه، 15 تا باشه. وقتی فرم اینه دو تا باکس یکی جمع یکی تفریق بینشون اتحاد مزدوجه. جوابش این میشه، پس میشه x به علاوه 2y به توان 2 منهای 1 به توان 2 که میشه 1. این اتحاد مربع مجموعه دو جمله است. و این هم منهای 1 رو مینویسیم. حاصل 950 به توان 2 منهای 850 به توان 2. یاد چی میافتیم؟ اتحاد مزدوج. بریم ببینیم 950 به علاوه 850، 950 منهای 850. آقای رضایی من یاد اتحاد مربع مجموع دو جمله و مربع تفاضل دو جمله میافتم. بستگی داره دیگه، من این یکی رو ترجیح میدم. چرا؟ چون 950 به علاوه 850 میشود 1800. این طرف میشه چی؟ 100. اما اینجا اگر میخواستید خیلی طولانی تر بود دیگه. که اینجا میشه 180,000. بعد اینجا هم اتحاد مزدوج رو ترجیح داده. بریم سراغ سوال 32. گفته چند جمله y2 منهای 8y به علاوه 12 را تجزیه کنید. y2 منهای 8y به علاوه 12، یعنی باید به صورت حاصل ضرب عواملش در بیاریم. اتحاد جمله مشترک دو تا عدد بگید جمعش بشه منهای 8 ضربش بشه 12. چون جمعش شده منفی حاصل ضربش شده مثبت، بنابراین باید هر دو منفی باشه. چجوری؟ ما از این مثبته میفهمیم هم علامت بودند که حاصل ضربشون شده مثبت، و از این منفی میفهمیم که حاصل جمعش پس منفی بوده. چون هر دو هم علامت بودند و جمعشون منفیه، بنابراین هر دو منفی هستند، منفی 2 و منفی 6. ایگرگ منهای 2
دیگرگ منهای 6 اتحاد جمله مشترک امتحان کردنش هم ایگرگ به توان 2 جمله مشترک به توان 2 حاصل جمع جملات غیر مشترک در جمله مشترک حاصل ضرب جملات غیر مشترک. اینجا هم همین رو توضیح داده. منهای 13 چیه؟ آهان داره حالتهای مختلف رو میگه. برخی از سوال و سطحش یه مقداری بالاتره، اونا رو خواهیم گفت، اما این سوال سوالای روتینی هستش که توی امتحانا راحت میتونن اونها رو بدن. شک میکنیم اتحاد جمله مشترکه. چرا؟ چون یه مربع داریم. دو تا عدد بگید ضربش بشه منهای 15 جمعش بشه منهای 2. میدونید برای چی دایره و مربع میذارم؟ تو دبستان یادتونه که وقتی میخواستیم جاهای خالی متفاوت بودن اعداد رو نشون بدیم از جاهای خالی متفاوت استفاده میکردیم. البته اینجوری هم میذارید ولی در نظر میگیرید که این دوتا میتونه متفاوت باشه. 5, 3, 15 تا با توجه به اینکه علامت حاصل جمع منفیه، بنابراین منفی 5 و مثبت 3. این منفیه یعنی حاصل ضربشون منفیه، هم علامت نیستن، یکی مثبت یکی منفیه. زد منهای 5 زد به علاوه 3. برخی اینجوری حفظ کردن، فکر میکنن اینجا منهای بعد منهای 5 رو باید بذاریم. نه، همون جمله مشترک رو بذاری اینجا کنار زد. 3 هست میشه مثبت 3. ایگرگ 2 منهای 2 ایگرگ به علاوه 7 را گفته نمیتوان تجزیه کرد. چرا؟ بیایم اول ببینیم. البته من یه فیلم ساختم با عنوان ریاضی به بیان محمد رضایی، یک نمونه از دقت نظر در فیلم های سری ریاضی به بیان محمد رضایی. اینو مثال دادم که تو این کتاب چجوری گفته من چجوری میگم. حالا بذارید من شیوه خودمو بگم. ما فکر میکنیم اتحاد جمله مشترکه. بیایم ببینیم. دو تا عدد بگیم حاصل ضربش بشه مثبت 7 حاصل جمعش بشه منفی 2. هر چی فکر میکنیم میگیم که 1/7 دیگه چیز دیگه ای به ذهنمون نمیاد. کسری نکنه باشه، نمیدونیم. ایگرگ 2 منهای 2 ایگرگ به علاوه 7 اگه تجزیه میشد به این صورت میشد دیگه. و اگر ما داشته باشیم دو تا پرانتز در هم ضرب بشه مساوی با 0 یا این 0 یا این 0، یعنی ایگرگ 2 منهای 2 ایگرگ به علاوه 7 مساوی با 0 که باشه، این 7 بره اونور، ایگرگ 2 منهای 2 ایگرگ مساوی منفی 7. از ایگرگ فاکتور بگیرید. حاصل ضرب ایگرگ در ایگرگ منهای 2 شده منفی 7. یا این ایگرگ منفیه یا ایگرگ منهای 2. اگر ایگرگ منفی باشه، یعنی ایگرگ کوچکتر از 0، باید ایگرگ منهای 2 مثبت باشه، که از اینجا نتیجه میگیریم ایگرگ بزرگتر از 2. آیا همچین چیزی اصلا امکان پذیره؟ نه، این تناقض داره. نمیشه ایگرگ هم کوچکتر از 0 باشه هم ایگرگ بزرگتر از 2. رسیدیم به اینکه
ایگرگ در ایگرگ منهای 2 مساوی منفی 7. گفتیم دو تا حالت داره، یک یا ایگرگ کوچکتر از 0 و ایگرگ منهای 2 بزرگتر از 0. این همون سوالیه که سطحش بالا. و گفتیم این نمیشه که ایگرگ کوچکتر از 0 باشه، ایگرگ بزرگتر از 2. نگاه کنید این محور اعداد، ایگرگای کوچکتر از 0 این قسمت هم، ایگرگای بزرگتر از 2 این قسمت هم، اصلا اشتراکی نداره. حالت دوم اینه که ایگرگ مثبت باشه، این منفی باشه، یکی مثبت یکی منفی، حاصل ضرب میشه منفی و ایگرگ منهای 2 کوچکتر از 0. ایگرگ بین 0 و 2. خب این چه اشکالی داره؟ برگردیم به صورت سوال. ایگرگ 2 منهای 2 ایگرگ به علاوه 7. اتحاد جمله مشترک میگه حاصل ضرب منفی، حاصل جمع، حاصل ضرب مثبت، حاصل جمع منفی. پس هر دو باید منفی باشن. تو الان داره به من میگی که ایگرگ مثبت نمیتونه ایگرگ مثبت باشه و اون یکی ایگرگ هم مثبته، یعنی حتی همش مثبته. ایگرگ بین 0 و 2 یعنی تمام جواب ها مثبت، در صورتی که هر دو گفته باید منفی باشن. پس اینجا هم با تناقض روبروی هستی. پس چی شد؟ یه تناقض از فرد اول بود که نمیتونه امکان داشته باشه، یه دونه هم فرد مسئله که اگر اتحاد جمله مشترک باشه حاصل ضرب مثبت، حاصل جمع منفی، یعنی هر دو منفی. اما تو داره میگه ایگرگ جوابایی که به دست میاد بین 0 و 2، همچی چیزی نمیشه، بنابراین تجزیه نمیشه. اما راه حل کتاب چیه؟ میگه ایگرگ 2 منهای 2 ایگرگ به علاوه 7 رو بخوای تجزیه کنی، از اونجایی که حاصل ضرب عوامل غیر مشترک، فرض کنیم تجزیه بشه دیگه، مثبت 7 است، پس هر دو عامل غیر مشترک باید چی باشن؟ هم علامت. و چون حاصل جمع جملات غیر مشترک منفی 2 است، پس جملات باید چی باشن؟ جملات غیر مشترک هر دو منفی باشن. و چون یک حالت برای ضرب دو عدد صحیح منفی داریم که برابر مثبت 7 باشد، اون دوتا چیه؟ اون دوتا عدد منفی 1 و منفی 7. و حاصل جمع این دو منفی 8 است و نه منفی 2، پس نمیتوانیم تجزیه کنیم. من اشکالم به این راحت چیه؟ چرا تو فرض کردی که فقط اعداد صحیح هستن که میتونن به عنوان حاصل ضرب در نظر گرفته بشن تو این حالت ها؟ منهای 1/7 مثلا ضرب در منفی 49، اینم حاصل ضربش میشه مثبت 7. درسته حاصل جمعش نمیشه منفی 2، اما من دارم میگم فقط تو چرا گفتی یه حالت عدد صحیح حاصل ضرب میشه مثبت 7، اونو فقط ملاک قرار دادی؟ اینجا هم که توضیحاتشو میبینی، همونایی هست که گفتم. Thank you.
دیگه فرض کنیم اتحاد جمله مشترکه. اگر بتوانیم، یعنی فرض کنیم حاصل ضربش مثبت 7 مجموعش و منفی 2، می توانیم چند جمله ای رو تجزیه کنیم. اگر چنین عددهایی وجود داشته باشن هر دو باید منفی باشن. چرا؟ چون حاصل جمع منفیه، حاصل ضرب مثبته. ولی توجه کنید عدد 7 رو تنها، من این تنها رو اینجا استدلالش و پایش و این قرار داده مشکل دارم. کدام یکی از چند جمله ای های زیر مربع کامل است؟ ایگرگ 2 به علاوه 6 ایگرگ به علاوه 9 ایگرگ 2 به علاوه 6 ایگرگ به علاوه 9. دو تا مربع داریم، اگر دو برابر حاصل ضرب جذرشون هم باشه که 2 6 تا 6 تا به علاوه 6 ایگرگ رو داریم، بنابراین مربع کامله. 4 آ 2 به علاوه 9 آ بی به علاوه 16 بی 2، دو تا مربع کامل داریم. وقتی میگه مربع کامل، منظور کل این عبارت به صورت توان دوم. اما باید برای اینکه کل عبارت مربع کامل باشه دوتا مربع به این صورت داشته باشیم. جذرشون رو میگیریم، توان دو هم میذاریم. حالا اگر دو برابر اولی در دومی این باشه، دو ضرب در دو آ ضرب در چهار بی که میشه 16 آ بی. پس نیست دیگه، این نیست، این مربع کامل نیست، این مربع کامل است. اینجا بریم صفحه بعد. بله، گفته که این مربع کامل نیست. عبارت 81x2 منهای 25y دو را تجزیه کنید. اتحاد مزدوج دو تا مربع تفاضله، همواره میتونیم به صورت اتحاد مزدوج بنویسیم. 9 ایکس منهای 5 ایگرگ 9 ایکس به علاوه 5 ایگرگ. ایکس 6 منهای 64 x6 منهای 64 y6. خب اینو من فکر کنم دو راه حل داشته باشه. شبیهش رو توی قسمتی که داشتیم درسش رو میگفتیم دیدیم، تو مثالی بود شبیه همین. یکی این که اینو اتحاد مزدوج بگیریم، بگیم x منهای 8 y3 در x به علاوه 8 y3. تموم شد تجزیه؟ نه، تا اونجایی که میتونیم باید به صورت حاصل ضرب عوامل بنویسیم. این پرانتز ما رو یاد اتحاد شاغل آور میندازه. آ سه منهای 20 ایکس منهای 2 ایگرگ در ایکس 2 حاصل ضرب قرینه به علاوه 2 ایکس ایگرگ به علاوه 4 ایگرگ 2. این هم ما رو یاده اتحاد چاق و لاغر میندازه. آ 3 به علاوه 20 ضرب در ایکس به علاوه 2 ایگرگ. این خیلی تو هم میشه، من ادامهش رو اینجا میذارم. میشه ایکس 2 به علاوه نه حاصل ضرب قرینه منهای 2 ایکس ایگرگ به علاوه 4 ایگرگ 2. تجزیه تمام شد. این یه راه حل. اما یکی میاد میگه آقای رضایی من میخوام اینو که میبینم یاد اتحاد چاق و لاغر میفتم. میگم چه جوری؟ میگه x6 منهای 64 ایگرگ 6 رو من x2 منهای میاد کعبه اینو میگیره، کعبه اینم میگیره، 4 ایگرگ 2 میبینم که در چاقش این لاغرشه. یعنی اینو گرفته یه آسه ای منهای بی سه ای. اون وقت خود اون آیه چی بوده؟ x2 بوده که به توان 3 رسیده.
منهای 4 ایگرگی ایگرگ 2 بوده که به توان 3 رسیده. ضرب در ایکس 4 به علاوه 4 ایکس 2 ایگرگ 2 به علاوه 16 ایگرگ 4. آقای رضایی، اینی که شما الان به دست آوردید با این یکی فرق میکنه؟ هر دو راحت درسته، پس چرا جوابش یکی نیست؟ نه، هنوز تمام نشده. اینو هنوز میتونیم اتحاد مزدوج بنویسیم، میشه x منهای 2y در x به علاوه 2y که ضرب شده در x 4 به علاوه 4x 2 ایگرگ 2 به علاوه 16 ایگرگ 4. آقای رضایی، اینجوری که نشد که. شما الان اینو تا اونجایی که شده تجزیه کردی، اینم تا اونجایی که شده تجزیه کردی، اما یکی نشدن که. شما نگاه کنید اینجا رو، این دوتا رو اگر در هم ضرب کنید، چون x به علاوه 2 ایگرگ x منهای 2 ایگرگ اینجا مشترکه، حاصل ضرب این دوتا میشه این. اینو در این ضرب کنید، x رو بذارید جدا بنویسم که جا بشه. x رو به علاوه 2xy به علاوه 4y2 ضرب داره x2 منهای 2xy به علاوه 4y2. میخوام هم ضرب کنم، نمیام سه تا جمله اینو در سه تا جمله، این نه تا جمله، میگم اینو این، اینو این مشترکن، یعنی x2 به علاوه 4y2 به علاوه 2xy تو این پرانتز داریم، x2 به علاوه 4y2 منهای 2xy تو این پرانتز داریم. یاد اتحاد چی میفتیم؟ a به علاوه b، a منهای b، اتحاد مزدوج. پس میشه x2 به علاوه 4y2 به توان 2 منهای 4x2y2 که اینو اگر انجام بدیم هش ایکس دو ایگرگ دو منهای 4x2y2 میرسیم به چی؟ ساده کنیم، ایکس 4 به علاوه 8 منهای 4 میشه 4x2y2 به علاوه 16y4 که این همون عبارتی هستش که اینجا میبینیم. حالا ببینیم اینجا چجوری حل کرده. اینجا اتحاد مزدوج گرفته، بعدا اومده گفته اینا اتحاد شاق و لاغرن و به همون دوتایی که ما رسیدیم. بعد اینو میبینیم مربع کاملا، جدرشون رو میگیریم، توان دو رو میذاریم، چی کم داره اینجا بذاریم؟ دو برابر اولی در دومی، 8x. حالا مسائل ترکیبی رو داریم که یه مقدار سطحش بالاتره. نشان دهید قرینه مجموع دو عدد با مجموع قرینه های دو عدد برابر است. قرینه مجموع دو عدد برابر است با مجموع قرینه های دو عدد. آقای رضا، این که خیلی بدیهه، منها رو در این ضرب میکنیم. نه، خواسته از این استفاده کنیم. یه جایی کتاب
که شروع کرده بود این فصل رو اومد چی گفت؟ اینجا یادتونه؟ اصرار داره که ما از اون چیزی که توی همین فصل گفته استفاده کنیم. البته این مباحث دیگه توی نهم نیست، حتی تو پایه های بالاتر رشته ریاضی هم ازش استفاده نمیشه. اما اگر شما خواستید در دانشگاه ریاضی محض بخونید، ساده ترینش همین چیز هست. ریاضی محض رشته خیلی خیلی سختی هست، فقط اونایی که عشق اینو دارن که هی استدلال کنن، هی دنبال این باشن که چرا فرض ها اینطور هست، از یه سری فرض های خاص استفاده کنن و خیلی خیلی پیچیده است. دو تا مسئله اثباتیه که خب گفتیم این مسائل دیگه توی این کتاب های نظام جدید انقدر بهش پرداخته نشده، اما برای علاقمنده اونایی که میخوان بدونن جو و فضای اثبات اگه خواستن رشته ریاضی برن به چه صورت هست، آسوناش ایناست. میخوایم نشون بدیم قرینه مجموع برابر است با مجموع قرینه ها چی کار کنیم. از دو تا اصل، البته اینجا فقط از اصل اینکه عدد به علاوه قرینش میشه صفر، میخوایم استفاده کنیم. به دو طرف x به علاوه y، دو طرف تساوی دیگه، میتونیم x به علاوه y رو اضافه کنیم. این طرف رو در نظر بگیرید، منهای x به علاوه منفی y، به علاوه x بشه به علاوه y مساویه با منفی x به علاوه x به علاوه منفی y به علاوه y. این میشه صفر، اینم میشه صفر، حاصل شد صفر. یعنی چی؟ یعنی این عبارت قرینه اینه. اگر این عبارت قرینه این هست و یک و x به علاوه y برابر با منفی x به علاوه قرینه x به علاوه y که مساوی این نیست، قرینه x به علاوه y اینه. از یه طرف شما داره میگی که قرینه x به علاوه y اینه، پس از یک و دو نتیجه میگیریم دو چیز مساوی با یک چیز، چون اینم جمع شد با این صفر، پراکنده کردیم یه دو جمله ای یه دو جمله ای. پس قرینه مجموع برابر است با مجموع قرینه ها. توجه کنید که اینجا x به علاوه y رو داشتیم، اضافه کردیم، یعنی به منهای x به علاوه منهای y x به علاوه y رو اضافه کردیم، چون شد صفر یعنی این قرینه اینه. اینم که قرینش مشخصه چیه دیگه، اینه، بنابراین با هم مساوی هم. میخوایم نشون بدیم آی منهای b به علاوه c مساویه با آی منهای بی منهای سی. میدونم اگر نخواهیم اثبات کنیم خیلی روشن این منها رو در این تأثیر بدیم، بعدن میشه آی منهای بی منهای سی، میتونیم اینطوری در نظر بگیریم. اما اصرار این اینه که از این تعریفی که ابتدای فصل گفته استفاده کنیم. میگه تفریق b از a، یعنی اگر آن را با b جمع کنیم می شود a. می خواهیم اینو نشون بدیم تساوی برقراره. قبول دارید اگر فرض کنیم دو طرف تساوی با هم برابره، یه مقداری بهشون اضافه کنیم مساوی هست، ما برعکس اینو انجام میدیم، یعنی
دو مقدار مساوی رو به این دوتا اضافه میکنیم، نشون میدیم به یه چیز مساوی مینویسیم. پس از اول مساوی بودن. سمت چپ آی منهای بی به علاوه سی داریم، بهش بی به علاوه سی رو اضافه کنیم. یه قرینه خود عدد بی به علاوه سی قرینش این، حاصل چی میشه؟ این با این میره صفر. سمت راست آی منهای بی منهای سی، بهش بی به علاوه سی رو اضافه کنید، پرانتز رو بردارید، میرسید به آ. ما به دو طرف تساوی بی به علاوه سی رو اضافه کردیم، رسیدیم به آ. پس از اول دو طرف تساوی برقرار بوده، با هم مساوی بوده. این اومده دیگه طریق دیگه، از طریق تعریف تفاضل نشان میدهیم تفاضل بی به علاوه سی از آ با آی منهای بی منهای سی برابر است. در حقیقت باید ثابت کنیم از تعریف تفاضل. تعریف تفاضل میگفت اگر آی منهای بی داشته باشیم با بی جمع بشه میشه آ. آی منهای بی به علاوه سی میخوایم نشون بدیم با این برابره. این به علاوه بی به علاوه سی بشه میشه آ. بنابراین اینم اگر به علاوه بی به علاوه سی بشه باز باید بشه آ، که نشون میده شده آ. گفتم این لازم نیست، فقط بر اونه ای که علاقه مند بودن. بریم ادامه بدیم. هر یک از عبارت های زیر را ساده کنید. x2 به علاوه 7x منهای 7x به علاوه 2، 2 میاد در 3 ضرب میشه 6، منهای 4x2 منهای 3x2 منها در منها مثبت 15x منهای 3. این و این، 1 منهای 4 منهای 3 منهای 6x2 7x داریم و 15x من مثبت 8x 8 منهای 3 5. بله، رسیده به همون منهای 6x2 به علاوه 8x به علاوه 5. 4a منهای 2a در a به علاوه 2، 4a منهای 2a 2 M منهای 3N ضرب داره M به علاوه 8N به علاوه M به علاوه 6N در M به علاوه 4N. اینو باید ضرب کنیم دیگه. اتحاد جمله مشترکم البته میشه رفت. من ضرب میکنم M2 به علاوه 8MN منهای 3MN منهای 24N2 M2 به علاوه 4MN به علاوه 6MN به علاوه 24N2 M2 8MN منهای 3MN این میشه 10، اینم 5، 15MN این هست میشه، اینم پاسخش. میدانیم که
آها این قسمت داله، قسمت دالم حل کنیم. x به علاوه y به توان 2 منهای 4xy، اتحاد مربع x2 به علاوه 2xy به علاوه y2 منهای 4xy. این فقط با این، آره دیگه، بقیهش که البته اینجا رسیدیم میتونیم بگیم این اتحاد مربع تفاضله. حاصل عبارت 2 در x منهای y در x2 به علاوه xy به علاوه y2 اتحاد چهارلاغره مربع قرینه حاصل در، بله اینو میتونیم بگیم x منهای y. چرا اینقدر راه رفته؟ خواسته راه طولانی بره دیگه، خواسته بگه اگر ضربم میکردی آخر سر میرسیدی به همون جواب. خیلی طولانیه. آره دیگه، خودش هم اینجا گفته مقایسه کنید، یعنی فرق نمی کرد دو رو در این ضرب کنی یا ابتدا اون ضرب رو انجام بدی بعد. آره دیگه همینو میخواد بگه. حاصل این عبارت را به دست بیارید، بنویسم یک به علاوه x در یک به علاوه x2 در یک به علاوه x4 در یک به علاوه x8. خیلی طولانی میشه این x8. چی کار کنم؟ یه تکنیکی به خرج میشه داد، یک منهای ایکس رو در این ضرب کنم بعد آخر سر تقسیم کنم. چرا این کار رو میکنم؟ اتحاد منزوج کمک میکنه خیلی سریع این رو پیدا کنم. ببینید یک منهای ایکس رو ضرب میکنم در این، میشه یک منهای x2، بعد با این میشه یک منهای x4، بعد میشه یک منهای x8، بعد میشه یک منهای x16. به روی یک به علاوه نه یک منهای x. حالا از اینجا به بعد یه نکته ای وجود داره، اینو لازمه یاد بگیرید. دو جمله یای نیوتن. ببینید این مثلث و مثلث خیام پاسکال، خیام نیوتن، این ضریبای دو جمله ای، این آی به علاوه بی به توان صفر، این آی به علاوه بی به توان یک، این آی به علاوه بی به توان دو، الان میگم این آی به علاوه بی به توان سه، این آی به علاوه بی به توان چهار. اینو داشته باشید، آی به علاوه بی به توان صفر یه دونه جمله داره که یکه دیگه، عدد ثابت یکه. آی به علاوه بی دو تا جمله داره، دریباش یکه، دریبش که یکه. آی به علاوه بی به توان دو برسه میشه آ دو به علاوه دو آ بی به علاوه بی دو، ضریب دو ضریب. حالا آی به علاوه بی به توان سه میشه آ سه، یادتونه سه آ دو بی اتحاد دیگه، به علاوه سه آ بی دو
به علاوه بی سه یک سه سه یک. حالا آی به علاوه بی به توان چهار میگید آقای رضا این رو که دیگه نگفتید. خب من الان میخوام به شما یه تکنیک بگم، همین نکته است. آ دو یه دونه توان آ کم شد، یه بی اضافه شد، آ توانش صفر شد بی، آ توانش سه یه دونه کم شد، یه دونه کم شد، یه دونه، هر یه دونه ای که داره جمله پیش میریم از توان آ کم میشه و به بی اضافه میشه. حالا شما ببینید ضریب کمک میکنه از این توان هم که ترتیبش رو دیدید. به علاوه چهار آ سه بی همین، به علاوه 6 آ توان یه دونه، به علاوه 4 توان آ توان بی 3، به علاوه بی 4 ضریب اینجا. حالا نکته این مثلث ادامه پیدا میکنه، همینجوری یک میاد اینجا، 5 دوتای بالا جمعش اینجا، این مال بسته دو جمله ایه. اما در کنار این ما یه چیز دیگه ای داریم، در کنار اون اینم در نظر داشته باشید. یک منهای x به توان 16 تقسیم بر یک منهای x، از اونجایی که به ازای یک هر دو صفر میشه بخش پذیره. اما میخواییم حاصل تقسیم رو به دست بیاریم چیکار باید کنیم؟ اول باید مرتب بشه به ترتیب نزولی. اولین جمله تقسیم بر اولین جمله مقسومان ره، یه منها میذاریم اینجا، این تقسیم بر این مثبت میشه، در اینجا منفی میشه، به علاوه x به توان 15. بعد این تفریق میشه، میشه منهای x به توان 15، یک میاد پایین، اولین جمله تقسیم بر این x به توان 14، منهای x به توان 15، به علاوه x به توان 14، یه منها. میبینید همینجوری ادامه پیدا میکنه و ما یاد میگیریم که یک منهای x به توان n مساوی میشه با یک منهای x در x به توان n منهای 1 x n منهای 2 تا برسه به 1. پس اینجا رسیدیم به یک منهای x به توان 16 تقسیم بر یک منهای x، شد یک منهای x در x به توان 15 x به توان 14 تا 1 به روی یک منهای x، که این یک منهای x بود که اول ضرب کردیم با یک منهای x میره. اگر می آمدیم ضربم می کردیم باز می رسیدیم به همین جواب، که البته دیدیم این عدیه راه طولانی رفت. نشان دهید مجموع دو عدد طبیعی زوج یک عدد طبیعی زوج است. آ به فرم دوکا عدد زوج، بی هم به فرم دوکا، اما چون میخواییم بگیم عددشون متفاوته دوکا پریم، میخواییم نشون بدیم آ به علاوه بی هم به فرم زوجه، یعنی مثلا دو پیه. چی کار کنیم؟ میگیم آ به علاوه بی مساوی میشه با دو کای به علاوه دو کاپریم. از دو که فاکتور بگیریم این با یک عدد که آن را پی در نظر میگیریم، پس آ به علاوه بی شد دو پی، که یعنی مجموع دو عدد آ و بی
عددی چیه؟ زوجه، چون به فرم دو دفتر یه عدد طبیعی نوشته شده که اینجا هم همینو نوشته. اینم به عنوان سوال آخر از این فیلم، بقیه رو توی بخش‌های بعدی ادامه خواهیم داد. توی بخش‌های بعدی میریم ادامه مسائل ترکیبی رو میریم، وارد تمرین ها میشیم که ملاحظه میکنید. این مسئله خیلی مهمی از اون جهت که استدلال توش به کار رفته. به جدول دیر توجه کنید. 1, 2, 3, 1234 گفته 1 و دفتر 4 میکنیم، 2 و دفتر 3 میکنیم. این دوتایی که وسط هست، منهای حاضر ضرب این دوتای کناری، اینجا 4, 5, 20 منهای 3, 6, 18 باز شده 2، 6, 9, 54 7, 8, 56 منهای 54 باز شده 2. آیا یک قاعده کلی وجود دارد؟ آیا حدسی که زده اید درست است؟ اولا که عددهایی که نوشتی 4 رقمیه، یعنی فرمشون اینه که متوالی هم. خب چجوری میتونیم اینو اثبات کنیم؟ چند تا عدد داریم اینطوری بتونیم 4 رقمی بنویسیم؟ 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 7. یادتونه پایه هفتم الگوسازی، من دارم یه فرمی برای نوشتن این 2 بود اولش، بعد حالا 3، حالا 4, 5, 6, 7, 8 حالا باید 6 رو بذارم اول، 7, 8, 9 همین دیگه، اینجوری فقط متوالی میشه. 3 تاشو نوشته، منم 5 تاشو نوشتم، دیگه غیر از این چیزی نیست متوالی. 3, 4 ببینم اینا رو حساب کرده، 3, 4, 12 منهای 10، 2 3, 4, 5, 6 اینو که نوشته بود، پس 7 میشه دیگه، چون اینو تکراری ما نوشتیم. 3, 6, 18, 20 منهای 20 منهای 18 باز 2، 30 منهای 28 2، 42 منهای 42، 56 و 54 بازم شد 2. حدسمون اینه که بعد زیرا فقط 6 عدد 4 رقمی، پس اینجوری که ما نوشتیم دو تا تکراری داره دیگه، 2, 3, 3, 4 اینو نوشته. آره دیگه، کلن 6 تا و 8 تا دیدیم اینجوریه. تعمیم یعنی چی؟ عمومیت دادن. میگه آیا این برای همه اون حالتهایی که متوالی هستن 11, 12, 13, 14 4 متوالی، برای هر 4 متوالی که پشت سر هم نوشته بشه، این عدد تشکیل یه عدد 8 رقمی داده. 11 دفتر 14 منهای 12 دفتر 13 منهای 11 دفتر بعد اینجوری شده. حالا ما باید همه اونا رو حساب کنیم یا نه؟ میتونیم از راهی اثبات کنیم، بگیم عدد اول آ، آی به علاوه 1، آی به علاوه 2، آی به علاوه 3، حاصل ضرب این دوتا آی به علاوه 1 در آی به علاوه 2 متوالی هن دیگه، منهای آ در آی به علاوه 3 ببینیم چی میشه.
این میشه اتحاد جمله مشترک. بله این با این میره همواره دو میشه. این یعنی فرم اثباتی که اینم همینو به این صورت نوشته. متشکرم، خدا نگهدار.